بریم با هم دیگه مزمور 30 رو داشته باشیم لطفاً. داوود پادشاه در این مزمور شکرگزار خداوند است. هرچند در سختی ها و مشکلات بوده، از اونها عبور کرده، اما فراموش نکرده، شکرگزاری کرده، از خدا داره تشکر میکنه. خواهش میکنم اگر خداوند 20 سال پیشم برای تو کاری کرده، امروز شکرگزارش باشه. گواهی تو شکرگزاریه. گاهی یکی از عزیزان این موقع صحبت میشه، میگم برادر رسول، من فکر میکنم شما در طول ما 5-6 دفعه گواهی تو میگی که چگونه خدا دخترت رو شفا داد. گفتم من که چیزی نیستم، این خواهر سمی هر هفته که من دارم میرم اورنج کانتی، هر روز خودش دوباره برای من گواهیشو میگه، منم تو گواهیش هستم. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اعلام کن. همین ذکر قدوسیت، فراموش نکن. انسان هست و فراموشش میترسه، زود فراموش میکنه. حتی وقتی که همدیگر رو میره محبت کردیم، سالها زن و شوهر با هم زندگی خوبی دارن، دو تا سه تا موضوع پیش میاد، دفعه همش میخوام به اون بدیه نگاه کنم، نه به اون خوبیه نگاه کنم. میگه نمیتونم خوبیشو نگاه کنم، به مسیح نگاه کن، به مسیح نگاه کن و به خاطر مسیح محبتش کن، دوستش داشته باش. همکار تو، همسایه تو، هم کلاسی تو، هم کلیسایی تو، به خاطر مسیح محبت کن. همون شکرگزاری هست. بفرمایید. زیرا مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم به من بخندند. ای خداوند، ای خدای من، وقتی نزد تو فریاد برآوردم و کمک طلبیدم، مرا شفا دادی. داوود پادشاه با حقیقت خدا روبرو میشه، همون گونه که امروز همه ما با حقیقت خدا روبرو شدیم. حقیقت خدا برای ما مکشوف شده و چون این حقیقت رو داره، دیگه استرس و ترس و نگرانی نداره، اون رو مدام به یاد میاره. نویسنده اعلام میکنه وقتی انسان حقیقت یاد خدا رو چشید، دیگه دلهوره و استرابی باقی نخواهد. بله، مرا از لب گور برگردوندی و از چنگال مرگ نجاتم دادی تا نمیرم. ای عزیزان خداوند، او را ستایش کنید، نام مقدس خداوند را بستایید. گاهی ما توی شرایط سختی قرار میگیریم، دعا میکنیم، چی نمیشه. این بعد از رسول هم که میگه کلام خداوند میگه همه شکرگزار باشیم. نمیشه، سخته. این سختش هم بوده در بزنیم، اونو ذکر خدا بگو، فراموش نکنم خداوند در گذشته تو بارها دست من گرفتی، بارها منو شفا دادی، بارها فرزندم را حمایت کردی، بارها موقعیت زندگی مالی من رو تو ساپورت کردی، تو مرا برکت دادی. اون رو اعلام کن. وقتی اون رو اعلام میکنی، مطمئن باش خدا با قلبت صحبت میکنه و تو رو یاری میکنه. مولوی میگه ای آن که طبیب دردهای مایی، ای آن که طبیب دردهای مایی، این درد زهد رفت، چه میفرمایی؟ بهش بگو اون بهت میگه چی کن. ازش بپرس، ازش بخوا، از همون ابتدا ازش بخوا، قبل از اینکه تو مشکل بیفتی، قبل از اینکه یه کاری رو بگیری، قبل از اینکه ازدواج کنی، قبل از اینکه بری توی سرزمینی ساکن بشی، قبل از اون شروع کن. حالا میگی یادم رفته، عجله شد، بعدش ازش بخوا، اون به داد من و تو خواهد رسید. بله، زیرا غضب او لحظه ایست، اما رحمت و محبت او دائمی. اگر تمام شب نیز عشق بریزم، صبحگاهان باز شادی آغاز می شود. آمین. چرا که خداوندی که می دونه من و شما ذکر قدوسیت رو در تمام ایام و وقتمون انجام می دیم، در از توکل ما به خداست. من خدا رو می شناسم که شکرگزاری می کنم، می دونم که اون به داد من می رسه، اگه چه لزومی داره من شکرگزاری کنم؟ اگر من خدا رو نشناسم، مسلما نمیتونم شکرگزار باشم. قبلا هم این داستان رو خدمتتون گفتم. شخصی رو وقتی که میگیرن، قاضی اعلام میکنه که گناهکاره و به زندان میفته. این قاضی شب خواب میبینه که خداوند بهش میگه این شخص بیگناه بوده و اون آزاد بود. نصف شب خواب بلند میشه، بلافاصله میره زندان و دستور میده که هر چیز زودتر این رو آزادش کنه. وقتی آزادش میکنه، از اون عذرخواهی میکنه، میگه منو ببخش، خداوند به خوابم اومد و گفت تو بیگناه.
چسب میکنه به این قاضی. میگه وقتی که خدایی رو دارم که تو رو نصف شب از خواب بلند میکنه با این همه مقام و اینا تا منو از زندان آزاد کنی، آیا این رواست که من از تو کمک بخوام؟ اگر خداوند بارها و بارها به داد ما رسیده، آیا این رواست که ما قصه بخوریم، نگران باشیم، بترسیم و یا به دیگران که خدا باید تازه کمک اونها کنه از اونها کمک بخوایم؟ شاعر اعلام میکنه تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، تا خدا بنده نوازش نواز است به خلقش چه نیاز، میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. ناز خدا رو بکشیم، در حضور او بریم، ذکر قدوسیت او رو بکن که او تو رو دستگیری خواهد کرد. بله، هنگامی که خوشحال و کامیاب بودم به خود گفتم هرگز شکست نخواهم خورد. آمین. هرگز شکست نخواهیم خورد. شکست هم خوردید نگران نباشید. ادیسون میگه شکستاتون رو بیشتر کنید، چرا راه ها رو باز میکنه برای پیروزی بیشتر و بزرگتر. نگران شکست نباش. بله، فکر کردم مانند کوه همیشه پابرجا و پایدار خواهم ماند، اما همین که تو ای خداوند روی خود را از من برگرداندی ترسان و پریشان شدم. ای خداوند در پیشگاه تو نالیدم. بس به خودم هم توکل نکنم. بله، و التماس کنان گفتم نابودی من برای تو چه فایده ای دارد؟ اگر بمیرم و زیر خاک بروم، آیا غبار خاک من تو را خواهد ستود؟ اصلا ما ایمانداران مسیح زنده هستیم که ذکر قدوسیت اون رو بکنیم. اشعیا 43:21 اعلام میکنه من شما را آفریدم که نزد من باشید، کنار من باشید، با من صحبت کنید. ذکر قدوسیت خدا با خدا صحبت کردنه، از او تشکر کردنه، محبتش رو به یاد آوردنه. شما وقتی به یک نفر میگید تشکر میکنم از این محبتتون، اون شخص چی میگه؟ میگه برو بابا بردش. من میگه خواهش میکنم. اصلا شاید باعث این شیه حاک میکنم بیارم. دست به هم میدید. چقدر بیشتر خدا وقتی شما به خدا میگید خداوند سپاسگزارم، حتی توی مشکلی که هستم خداوند سپاسگزارم، میدونم تو این مشکل رو به خیریت تبدیل خواهی کرد، من ایمان دارم. خدا اون موقع تو رو بغل میکنه، میگه پسر عزیزم، دخترم، من که تو ایمانت به این خوبی هست تو رو قوت میبخشم که پیروزی ها تو ببینی، بمون برای اون. بله، آیا جسد خاک شده من از وفاداری و صداقت تو تعریف خواهد کرد؟ خداوند دعایم را بشنو و بر من رحم کن. آمین. ای خداوند مددکار من باش. خدایا تو ماتم مرا به شادی و رقص تبدیل کرده ای. آمین. تو رخت عزا را از تنم در آوردی و لباس جشن و شادی به من پوشاندی. آمین. هاللویا. میتونیم اینو اعلام کنیم؟ میتونی برای مشکلاتت و سختیات حتی شده توی دلت اعلام کنی خداوند شکرت میکنم که تو پیروزی ها رو دادی؟ اون کسی که مریضه بگه خدای شکرت میکنم که تو سلامتی دادی. اون کسی که بیکاره بگه خدای شکرت میکنم تو به من کار دادی. کسی که غمی داره بگه خدای شکرت میکنم تو مرا تسلی دادی. اون کسی که ناامیده شکر گذاری کن، خدای تو خدای زنده است. این گونه ذکر قدوسیت او رو بکن. بله، بنابراین سکوت نخواهم کرد و با تمام وجود در وصف تو سرود خواهم خواند. افرادی که معمولاً شکرگزار هستن در حضور خدا وقت میذارن افراد قدرشناسی هستن، افرادی هستن که دوستان زیادی دارن، افرادی هستن گذشته از این که خودشون این امید و این اقتدار رو دارن برای ادامه حیاتشون، حتی اطرافیانشون نیز از اونها بهره میگیرن، از شادی اونها، از آرامش اونها بهره میگیرن. نه تنها خودشون در سلامتی هستن، اطرافیانشون هم در سلامتی خواهند بود، چون عذر میخوام ببخشید به جای قُر زدن همیشه شادن، آرامش دارن، خوشن، میگن خدا رو شکر. من یه چند نفر میشناسم که واقعا توی سختی ها و مشکلات هر موقع بهشون میرسم میخوام کمکشون کنم توی مشکل، چون میدونم. میگم چه خبر؟ میگن همه چیز خوبه، عالیه. ولی دیگری هم گفته عالی نیست. میگم آخه شنیدم. میگم بعد از اون درست میشه، نگران نباشه. اون به من امید میده، اون به من قوت میده و همه ما میتونیم در زمان شکرگزاری قدرت قدرشناسی رو از هم دیگه بگیریم که جامعه ما در ضعف رابطه ای قرار نگیره.
بلکه در صلح و عشق جلو بره. بله. ای خداوند، ای خدای من، تا به ابد تو را سپاس خواهم گفت. تا به ابد. آمین. میتونیم دست بزنیم برای این کلام خداوند. تا به ابد.